با وجود مخالفت های حکومت بغداد، کردهای عراق امروز اینجا در کرکوک به خاطر رای دادن در همه‌پرسی استقلال و ایجاد یک کردستان مستقل اشتراک ورزیده اند. در این همه‌پرسی که از سوی اداره خودمختار کردستان عراق تنظیم شده است، همه آن کسان می توانند شرکت کنند که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و در ساحات تحت اداره کردها زیست داشته باشند. بر اساس کمیسیون برگزاری این همه‌پرسی، تعداد واجدین شرایط این روند به 5.2 میلیون نفر می رسد. من امروز به خاطر ایجاد یک دولت مستقل کردی رای دادم، اما به مانند سایر مردم جهان حق داریم تا دولت خود را داشته باشیم. من گزینه بله را انتخاب کردم. این حق ماست. تعداد کردها به 40 یا 50 میلیون نفر می رسد و ما تا هنوز یک دولت مستقل خود را نداریم. من از ملل متحد می خواهم تا در ایجاد یک دولت کردی با ما کمک کند. اما برخلاف این کردها، کشورهای چون ترکیه، ایالات متحده و ایران در مخالفت با این همه‌پرسی قرار دارند و میگویند که با ایجاد یک دولت مستقل کردها، توجه از مبارزه با دهشت افغانی بیشتر به مخالفت‌های داخلی متمرکز خواهد شد. حکومت تهران در مورد این همه‌پرسی چنین واکنش نشان داده است. باید صبر کرد تا پایان در واقع این رفراندوم غیرقانونی و نامشروع و بعد در واقع موازی دقیق تری رو اعلام خواهیم کرد. اگر نتایج همه‌پرسی امروز به طرفداری از ایجاد یک کردستان مستقل تمام شود، مسعود بارزانی رهبر اداره خودمختار کردستان عراق این صلاحیت را خواهد داشت تا به خاطر جدایی کرکوک که یکی از مناطق سرشار از نفت در عراق می باشد، با بغداد و دول همسایه مذاکره کند. باشندگان کرکوک را کردها، عربها، ترکمنها، مسیحیان و اقلیت‌های دیگر تشکیل می‌دهد و یکی از 15 ساحه مختلط در شمال عراق است که ساکنان آن در همه‌پرسی امروز اشتراک دارند. حکومت مرکزی بغداد و اداره خودمختار کردستان عراق هر دو ادعای مالکیت این ساحات را دارند. شامل ساختن تمامی این ساحات تحت منازعه در همه‌پرسی امروز بیانگر اقدام یک جانبه مسعود بارزانی به خاطر یک پارچگی و مستحکم ساختن کنترل کردستان می باشد.